چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سن 56 سالگی با عایشه 9 ساله ازدواج کرد؟ عایشه دختر ابوبکر سومین همسر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که پس از وفات خدیجه کبرا و پس از سوده به همسری پیامبر اکرم درآمد. مورخان درباره سن او در هنگام ازدواج اختلاف دارند. عایشه مشهور به ام المؤمنین در میان همسران پیامبر به دلیل فعالیت‌ها، جهت‌گیری‌های سیاسی و نقشی که پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایفا کرد، شهرت فراوانی دارد. او در زمینه‌سازی برای خلافت خلیفه اول و دوم تلاش نمود و با نقل روایات در ذکر فضائل آن دو به تثبیت جایگاه آنها کمک کرد. عایشه در دوران خلافت عثمان نیز ابتدا با وی همراه بود، اما بعدها به دلایل از او روی گرداند و با شورش بر ضد عثمان همراهی کرد. او پس از قتل عثمان با اعلام خونخواهی عثمان به مخالفت با حضرت علی برخاست و با همراهی برخی صحابه جنگ جمل را به راه انداخت. اهل سنت با استناد بر روایات از فضایل عایشه و محبوبیت او نزد پیامبر خبر دادند و برای او جایگاه ارزشمندی قائلند، اما در مقابل شیعیان به دلیل موضع گیری های عایشه در دوران خلافت حضرت علی و تاثیرگذاری او در شکل گیری جنگ جمل و همچنین جلوگیری از دفن پیکر حضرت حسن کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقد های فراوان بر رفتار و سیره او مطرح کردند. ازدواج با پیامبر اکرم. عایشه یکی از همسران پیامبر اسلام بود که بعد از وفات حضرت خدیجه و پس از ازدواج حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با سوده، دختر زمعت ابن قیس، به همسری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درآمد و این زندگی زناشویی 9 سال و 5 ماه به طول انجامید. در اینکه ازدواج چه زمانی صورت گرفته است، همگان بر محقق شدن این امر بعد از وفات خدیجه متفقند، اما در اینکه 2 سال یا 3 سال قبل از هجرت بوده اختلاف است. در گزارش ها هم آمده که ازدواج پیامبر با عایشه قبل از ازدواج او با سوده بوده، اما برخی از روایات مشهورتر ازدواج پیامبر اسلام با سوده را قبل از ازدواج با عایشه عنوان کردند. نقل شده که خوله همسر عثمان ابن مزعون نزد ابوبکر رفت و ماجرای ازدواج را با پدر عایشه در میان گذاشت. پیامبر در ماه شوال سال 11 بعثت با عایشه ازدواج کرد و مهریه او را 400 درهم قرار داد. سن عایشه هنگام ازدواج. در مورد سن ازدواج او با پیامبر اختلاف وجود دارد، به گونه ای که سن هنگام ازدواج و زفاف او را بین 6 تا 18 سال بیان کردند. بنابر نقل مشهور منابع تاریخی، عایشه در هنگام ازدواج با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حدود 6 یا 7 سال داشته، اما زفاف پیامبر با عایشه چند سال بعد و پس از مهاجرت به مدینه صورت گرفته است، زمانی که عایشه سن بالاتر از 9 سال داشته است. با این حال برخی پژوهشگران معتقدند بررسی گزارش‌های مختلف از منابع تاریخی روشن می‌کند که عایشه در هنگام ازدواج با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم 18 سال داشته است. آنها معتقدند عایشه از نخستین مسلمانان به شمار آمده و در ابتدای بعثت پیامبر کودکی بیش نبوده است. به باور آنها اگر عایشه در زمان بعثت حداقل 7 سال داشته باشد، در هنگام ازدواج با پیامبر 17 ساله بوده است. عایشه در 10 شوال سال 58 قمری در 66 سالگی در مدینه درگذشت. ابو هریره بر او نماز خواند و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. برخی نیز زمان وفات او را 17 رمضان همان سال گفتند. درباره علت مرگ عایشه اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای برخلاف اهل سنت که مرگ او را طبیعی دانستند، با استناد به منابع معاویه را عامل قتل عایشه می دانند که با مکر و حیله خود چاله‌ای کند و او را در آن انداخت. علت این امر را اعتراض عایشه به بیعت گرفتن معاویه برای یزید گفتند. مورخان روز این اتفاق را آخر ذی الحجه دانستند.